منم سلام میگم به برادر خواهر عزیز، مهمونای عزیز. هر موقع که در روزای یک شنبه هست یا روزای چهارشنبه جلسه برادرها و جلسه خواهرها، هر موقعی که ما کلام رو میشنویم، تعلیم رو میشنویم، موعظه رو میشنویم، خدا به ما این فرصت رو میده که به شخص او آشنا بشیم. تصویرهایی که ما از خدا داریم، دیدی که از خدا داریم، چیزی که برای خودمون یک خدایی ساختیم، از تجربه هایمون، از زخم هایمون، از اتفاقی که تو زندگیمون افتاده، هفته به هفته، روز به روز خدا میخواد تصویر درستی ما داشته باشیم از خود عیسی مسیح، خود خدا. میدونستین که ما میتونیم حتی از خدا، حتی میتونیم از عیسی مسیح یه بوتی بسازیم؟ زمانی که شروع میکنیم ما با تصورهای خودمون خدا رو نگاه کنیم و بگیم که من فکر میکنم او اینطوریه، اینطوری باید عمل کنه، پس همزمان شروع کردیم به یک بوتی ساختن. و معمولا ما میدونیم که از بوتی هیچ حیاتی نخواهیم گرفت، فقط زمانی که مستقیم ما بتونیم به این تصویر درست راست خدا رو نگاه کنیم، اون که خودش واقعا هست، از اون موقع هست که میتونیم چیزایی دریافت کنیم. به این خاطر امروز هم که مخصوصا که عشا داریم، احساس میکنم خدا میخواد یه قسمتی درستی با او، از شخصیت او، از ماهیت او بتونیم آشنا بشیم. ما همینطور در این سرودی خوندیم که گفتیم که عیسی مسیح خودش که آمد در این دنیا نه سلطان عالم بشه بلکه سلطان قلب ما بشه. اون خدا، خدایی که امروز هم در موردش صحبت میکنیم، خدای تاریخه، خدایی هست که تاریخ رو نوشته، تمام تاریخ دنیا رو نوشته. او از ابدیت وجود داشت و یه زمانی گذاشت و انسان رو خلق کرد و همینطور وارد همون خلقت خودش شد که نه سلطان دین در این دنیا باشه. اون احتیاج به سلطان دنیایی نداره، خودش سلطان تمام هستی هست، تمام پادشاه پادشاه و رب بلرباب هست. اون این احتیاج نیست بیاد اینجا خودش رو نشون بده. همینطور دوری این سرود خوندیم که واقعا سرود پر از مسه، که بگه که آمده که سلطان قلب ما بشه و این باید نیاز ما باشه، خواست ما باشه که روز به روز بیشتر او سلطنت کنه در ما. همینطور هم میدونیم که عیسی مسیح که از ابتدا پر از جلال بود، آمد این جلال خودش رو کنار گذاشت و ضعیف شد و فناپذیر شد. ما در مورد خدا صحبت میکنیم، آسیب پذیر شد. هر چقدر او خدای قادر متعال هست، هر چقدر عیسی قادر مطلق هست، هر چقدر عیسی قادر دانای مطلق هست، خدای همه جا حاضر هست، اون خدایی هست که ما زمانی که میگیم عیسی، زمانی که میگیم ای خدا، این خدایی هست که ما میپرستیم. همزمان آمد آسیب پذیر شد، آمد ضعیف شد. و زمانی که عیسی مسیح که نگاه میکنیم، پسر خدا چطور آمد انسان شد، از همه قسمت ها که هر چقدر دوباره اشاره میکنم، قادر متعال، قادر مطلق آمد در این دنیا انسان شد، از لحاظ جسمی مثل ما بود، ضعیف میتونست بشه، گرسنه، خسته، خوابش برد. همزمان از طریق احساس میدونیم که بعضی جاها بود که خیلی تند بود، خیلی خشن بود. زمانی که رفت تو هیکل،
این تناب رو ورداشت و شروع کرد همه چی رو به هم زدن و گفته که این خانه دعا رو چه کردی؟ خانه پدر من رو چه کاری کردین؟ همزمان عیسی مسیح زمانی که رفت، نمیدونم این قسمتی که خوندین، الازری که 4 روز مرده بود رفت اونجا، کلام خدا گفته که عیسی مسیح رفت اونجا و یه خشمی گرفت. نمیدونم اونجا خوندین، گفته خشمی گرفت. خشم از چی بود؟ زمانی که آمد دیده که تمام جمعیت اونجا هستن، گریه میکنن، درد میکشن، رنج میکشن، چون از ابتدا خواست خدا این نبود درد و رنج توی دنیا وارد بشه، گناه وارد بشه. احساس میکنم اونجا عیسی مسیح نگاه کرد، یه جوری عصبانی شد، اینطوری که نه، نخواستم این درد و رنج در این دنیا حکومت کنه که افراد زارزار گریه میکردن. مارتا رو دید، مریم رو دید. آخر عیسی اگه زودتر میامدی برادرم میتونست هنوز زنده باشه. همینطور هم عیسی مسیح جایی هست که میگه که و شروع کرد به گریه کردن. از طریق احساس مثل ما بود. همون عیسی قادر متعال آمد تو شهر خودش ناصری، این شهر آمدن او رو از شهرش طرد کردن، میخواستن سنگسارش کنن. از شهر خودش این تجربه رو داشت عزیزان که بیرون انداختن، گفتن که تو نبی درستی نیستی و میخواستن حتی سنگسارش کنن. طرد شده از شهر خودش. حتی کلام خدا میگه که از خانواده خودش هم همینطور، برادراش باور نمی کردن، برادراش هم همینطور عیسی مسیح مسخره میکردن. این درد رو کشید و همینطور هم از این طریق سران کاهنانی که اونجا بودن، پادشاه یهودی که اونجا بود، از طریق پادشاه، از طریق کاهنان، سران کشور یهودا طرد شد و حتی این کاهن اعظمی بود که گفته که ما پادشاهی نداریم جز از قیصر، مصلوبش کنین. این دردی بود که، رنجی بود که عیسی مسیح، این خدای قادر متعال، قادر مطلق، قادر همه جا حاضر، درد رو کشید چون انسان شد. و بزرگترین دردی که کشید این فشارهای زیادی که بود، زمانی که میدونست که یکی از بزرگترین، که زمانی که تو باغ جتسمانه بود و چه درد و چه ترسی قرار گرفته بود، چه جنگی اونجا بود، میدونست الان به زودی زندگیش رو خواهد سپرد به دست شیطان و میدونست چه بلایی روی سر خودش خواهد آمد. بی خودی این خدای قادر متعال نمیگه که خود پدر جان اگه یک راه دیگه وجود داره منو رها کن، اگر نه اراده من بلکه اراده تو انجام بشه. این دردهایی هست که درد انسانه که خودش قرار گرفته بود و بدترین، دردناکترین دردی که بود، رنجی که بود، رنجی که بود از خانواده خودش، تسلیس جدا شد، از پدر جدا شد، از روح القدس جدا شد، تک تنها. با این چیزایی که عیسی مسیح اینجا قرار گرفته بود،
اندازه و وسعت عظیم گناه رو میشناسیم. گناه چه بلایی، رنجی آورد به این دنیا که باید پسر خدا این دردها رو، رنجها رو بکشه. اندازه گناه اینه که همینطور که نگاه میکنیم به عیسی مسیح، چقدر ترد شد از تمام دنیا. 3.5 سال بر روی شاگردان خودش سرمایه گذاری کرده بود. آخرش دیدیم که حتی شاگردان او را ترد کردن. مردی بود که با این رنج و درد آشنا بود. انکار کردن، لو دادن. آیا کسی هست مثل او که میگم خدای قادر متعال، همه جا حاضر، دانای مطلق و اینطوری ضعیف بشه؟ در فیلیپیان اینجا باب 2 آیه 6-8 چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. آمین. یعنی همه چیزی که داشت، میخوام درست متوجه بشیم عزیزان، شاید هم 100 بار شنیدین این کلام رو، خدا همه چی رو ترک کرد آمد. فقط میگم که هر دفعه خدا قسمت‌های بیشتر و بیشتر از خودش آشکار میخواد بکنه، چون میخواد تصویر درستی ما از خدا داشته باشیم. هر چیزی که داشت داد و گفته که تا به موت صلیب مطیع کردید، یعنی خودش رو سپرده بود. هر چقدر اون خدای قادر متعال بود که این دردها رو کشید. و همینطور هم در عبرانیان باب 5 آیه 8 میگه که هر چند پسر بود، به مصیبت هایی که کشید اطاعت را آموخت و کامل شده، جمعی مطیعان خود را سبب نجات جاودانیش گشت. هر چند پسر بود، به مصیبت هایی که کشید، عیسی مسیح بایستی این مصیبت های میکشید، این درد و رنج رو باید میکشید، اون پسر خدا که بتونه ما رو با خدا آشتی بده، بدون ما رو یک روز به یه جایی هدایت کنه که بتونیم جلوی خداوند عادل شمرده بتونیم بایستیم. این درد و رنج رو، همه چی رو او باید سی میگذاشت. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ما میدونیم که از زمانی که آدم و حوا گناه کردن، از اول خدا دنبال درد و رنج نبود. آدم و حوا هنوز هیچ اطلاعی نداشتن از درد و رنج، از مرگ، از جدایی. و زمانی که آدم و حوا خدا رو رد کردن، از اون موقع هست که، از زمانی که آدم و حوا باغ عدن رو ترک کردن، از اون موقع درد و رنج در این دنیا وارد شد. عیسی مسیح خیلی خوب میتونست بیاد در این دنیا خیلی راحت تر بمیره. میخوام درست متوجه بشیم، خیلی راحت تر میتونست بمیره. فقط زمانی که این دنیا زیر دست شیطان افتاد و خداوند اونجا همینطور که به آدم که گناه کرد گفته که با عرق پیشونیت باید کار کنی، یعنی درد با درد باید نون خودت رو بخوری، به هوا گفته که چه با درد باید زایمان کنی، از اون موقع این دردی آمد که نشانه داوریه. این دنیا افتاد زیر داوری خدا و داوری خدا پر از درد و رنجه. یک روز باید خدا عادلانه شیطان رو داوری کنه. پس خودش رو انداخت زیر همون درد و رنج و با درد و رنج میتونست فقط ما رو بازخرید کنه. راهی دیگه وجود نداشت.
فقط خوبیش اینه که عزیزان که میخوایم امروز با این خدا آشنا بشیم، هر چقدر خدای دوباره میگم قادر متعال، قادر دانای مطلق، همه جا حاضر است، خدای رنج کشیده است، خدای رنج بر است. الان یک سکه‌ای که برداریم و توی یک زایته، یک روح، اون خدای قادر متعال هست و اون طرف خدای رنجبر است. تمام این فرقه هایی که در این دنیا وجود داره، همه باور میکنن به این خدای قادر متعال، خدایی هست که همه چی هستی رو خلق کرده. فقط کدوم خداست که با درد و رنج انسان اونجا آشنا شده؟ اشعیا نبی باب 53 همینجا میگه که او صاحب غم و رنج دیده بود، مرد درد آشنا و رنج دیده. این خدایی هست که برای ما میپرستیم و زمانی که دنیا توی این درد، توی این رنج افتاد، در رومیان باب 8:22 میگه که زیرا میدانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن میباشند، و نه این فقط، بلکه ما نیز آه میکشیم. این دنیای آه کشی، این دنیایی هست که ما زندگی میکنیم عزیزان، و این خدایی هست، خدایی که ما باور میکنیم، میدونیم همه چی در زیر اقتدار خودشه، خدا از همه چی آگاهه. همزمان یه خدایی میپرستیم که درد کشیده است. تسلی ما فقط اینه که ما باور میکنیم به این خدایی که برای او هیچ چیزی غیر ممکن نیست. او میتونه زندگی تو رو بلافاصله همه چی رو عوض کنه. همزمانم یه خدایی هست که میتونه تمام دردهایی که ما وارد میشیم ما رو بفهمه، درک کنه، کمک کنه، تسلی بده. عیسی مسیح نیامده به این دنیا که با رنج رو بکشه، تمام دردها رو بکشه که ما رنج نکشیم دیگه. گوش میکنید؟ عیسی مسیح این درد و رنج رو نکشیده که ما آخر زمانی که ایمان میاریم به عیسی مسیح دیگه رنج نکشیم. بزرگترین رنجی، دردی که انسان میکشه، رنج طرد شدگی از خداست. آمدن عیسی مسیح، درد کشیدن عیسی مسیح اینه که ما از این درد و رنج طرد شدگی آزاد کنه، با خدا آشنا کنه. فقط هنوز رنج در این دنیا هست، درد در این دنیا هست عزیزان. همینطور برای ما ایماندارها درد و رنج هست. فکر نکنی که الان عیسی مسیح، به این خاطر گفتم که ما باید تصویر درستی از خدا داشته باشیم، فکر نکنیم که الان توی مشکلایی قرار گرفتی، توی فشارهایی قرار گرفتی، عیسی مسیح میاد اونجا کمکت میکنه که رنج نکشی. گوش میکنی؟ رنج و درد متعلق به ما هم هست. با رنج کشیدن، درد کشیدن، ما نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم. با رنج کشیدن ما
کاری نمیتونیم انجام بدیم، چون با عیسی هم از زمانی که تمام درد و رنج رو کشیده و روی صلیب اونجا هم گفته که تمام شد یا پرداخت شد، به وسیله ای ما نجات پیدا کردیم. فقط هنوز عزیزان، برادر خواهر عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم، رنج و درد هست و خدا ما رو توی پنبه نمیذاره که ما رو محافظت کنه. آتش هایی در این دنیا هستن و خدا اجازه میده ما وارد بشیم. در فیلیپیان باب 3 آیه 10 میگه که خود پولس که میگه که تا او رو بشناسم و قوت قیام وی را و شراکت در رنج‌های وی را بشناسم و با موت او مشابهه گردم. این دعای پولس بود، من میخوام او رو بشناسم، قوت قیامت او رو میخوام بشناسم. مگر نجات پیدا نکرده بود؟ نجات پیدا کرده بود. و میگه که و شریک رنج‌های او باشم. چه رنج‌هایی هست؟ مگه عیسی مسیح برای ما رنج رو نکشیده که ما میتونیم دیگه رنج نکشیم؟ نه، ما باید اینطوری نگاه کنیم عزیزان، برادر خواره عزیز، بدون رنج درد ما رشد نمی کنیم. ما بدن مسیح هستیم. اینجا میگه من میخوام تو رو بشناسم، شریک درد و رنج های تو بشم، با موت تو یک بشم. مرگ درده یا نه؟ عیسی مسیح روی صلیب قبل از اینکه بمیره درد و رنج رو کشید، میگه که من میخوام با تو اونجا یک بشم. ما باید اینطوری نگاه کنیم، ما بدن مسیح هستیم یا نه؟ ما اعضای بدن مسیح هستیم، نه اعضای بدن مسیح هستیم دیگه کامل شده ایم. تمام اعضا باید تبدیل بشن و این خدا استفاده میکنه از طریق رنج و درد. یا منظور اینه که نه اینطوری که خدایی ما داریم دوست داره ما رو برنجونه، بلکه امکانات رو میذاره. رنج یعنی باید از آتش ها بود باید عبور کنیم. اتفاقاتی خداوند اجازه میده در ما قرار بگیره که ما به بن‌بست ها برسیم، به جایی برسیم که تسلیم بشیم. تمام ویروس هایی که در روح ما هستن، تمام خودخواهی هایی هست، تمام فکرهایی که ما از خودمون داریم، خدا باید به وسیله این درد و رنج ها ما رو آزاد کنه، شفا بده، ما رو تبدیل کنه. رنج و درد عزیزان متعلق به ماست، به بدن مسیح. اگه اینو قبول نکنیم، اگه این خدای قادر متعال که خودش هم درد و رنج کشی قبول نکنیم، دنبال یه بوتی میدویم که فکر میکنیم الان این خدا باید بیاد زندگی ما رو درست کنه. درست زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، کار روح القدس، کار محبت خداست اینه که ما رو تسلی بده، بنا کنه، اصلاح کنه. الان ما بتونیم مثلا بیستیم، بتونیم مثلا چیه، چه اتفاقی در زندگیمون افتاده، پرستش میکنیم، شکرگزاری میکنیم. بعد از یک مدت خدا شروع میکنه به کار کردن. بدن مسیح باید اینجا، این تمام اعضا باید با هم دیگه بچسبن و با هم این اتحاد رو پیدا کنن. بدون رنج و درد غیر ممکنه. در عهد جدید 53 بار در مورد رنج صحبت میکنه، در مورد درد و رنج صحبت میکنه. عیسی توسط رنج کشیدنش انسان بودن رو شناخت یا تجربه کرد.
علی رضا. عیسی توسط رنج کشیدنش انسان بودن رو شناخت یا تجربه کرد. ما توسط درد و رنج کشیدن مسیح بودن رو تجربه یا زیست میکنیم. راهی دیگه عزیزان وجود نداره. به این خاطر خدا اجازه میده در زندگی تو کارهای انجام بشه. خدا اجازه میده زمانی که ما این سرود رو میخونیم، عیسی مسیح تو بیا ما رو رهبری کن، بیا من رو راهنمایی کن، بیا شبان من باش، هدایت کن. کجا فکر میکنی عیسی مسیح تو رو میبره؟ ساحل دراز بکشی؟ عزیزان به شما میگم، باور کن باور نکن، تو رو آتش میاره. جایی که هیچ سوالی نداری، نه ببخشید هیچ جوابی نمیشنوی، جایی که سوال میکنی جواب نمیگیری، جایی که فریاد میزنی و نمیدونی خدا چه کارایی انجام میده، بعضی وقت فریاد میکشی خداوند این حرارت رو کمتر کن و میبینی بیشتر میشه. اتفاقاتی تو زندگیت میفته، شک میاد، چرا من که مسیحی هستم این اتفاقاتی میفته؟ من که با خدا درست زندگی میکنم، من که گناه نمیبینم در زندگی خودم، چرا باید اتفاقاتی بیفته تو زندگی من؟ پس خدا کجاست؟ اینجاست عزیزان که متوجه میشیم ما از خدا چه بوتی ساختیم. تو درد رنج مشخص میشی تو کی هستی و خدا کیه. راهی دیگه متاسفم وجود نداره. زمانی که اینجا میایسی میگی عیسی مسیح من میخوام شبیه تو بشم، خداوند بیا در زندگی من کار کن، خواهش میکنم به او دستور نده چی باید انجام بده بشه، به او پیشنهاد نکن چطور باید تو رو تبدیل کنه، او به تو نخواهد گفت، چون اگر به تو بگه هیچ موقع نخواهی رفت. عزیزان اتفاقاتی میفته در بین قوم خدا، برادرمون ادوارد، زنش مبشر با شجاعت میرفت توی خیابانای ایران اونجا بشارت میداد، یک زن خدا بود، نسیم میشناسه نه؟ فریده هم میشناسه شاید، کسانی که توی ایران هست بودن، یک زن خدا بود تو خیابونا چشم میکرد بشارت دادن، سرطان گرفت، تمام کلیسای جماعت ربانی دعا کردن، روزه گرفتن، دعا کردن، نه نبوتهایی شد، نه خدا بود معجزه میکنه، آخر مرد. پس خدا کجاست؟ یک مبشر، شجاعت، چرا اتفاق میفته؟ داستانهایی از اتفاقاتی میفته، همینطور از آشنایی خودمون برادرمون زیگما تیملا که میشناسین، یه دختر خیلی قشنگ و خیلی زیبا و همینطور هم یک دختر ایماندار، تو خیابون ماشینش ایستاده بود میخواست بیرون بیاد که ببینه که چیه، یک ماشین آمد و رو کشت. چرا؟ چرا باید یک دختر شبان که واقعا تمام وقت خدا رو خدمت میکنه دخترش بمیره؟ آیا سوالی داری؟ جوابی داری شما؟
درد و رنج. و معمولا هم ما برای در این حال در این ترس زندگی میکنیم، مبادا اتفاقاتی بیفته، مبادا یه چیزی بیفته. آخه ما کی هستیم که بگی که مبادا نیفته؟ یا اعتماد به اون خدای قادر متعال داریم که خدای رنج دیده هست که میفهمه، یا ما اعتماد نداریم به او؟ به این خاطر توضیح دادم که متوجه بشیم این خدای قادر متعال، مسلمونا پرستش میکنن یه خدای قادر متعال، فقط نمیشناسن. اون خدا میتونه امروز یه طوری دیگه باشه، فردا میتونه یه طوری دیگه باشه. خداهای این دنیا اینطوری هستن. فقط هیچ خدا خدای رنج دیده نشه، رنج کشیده نبود. این خدای ما رنج کشیده است، پس میفهمه رنج چیه، متنفر رنجه، چون از ابتدا دوست نداشت، برای این ما رو خلق نکرده بود. فقط چون از این دنیای گناهالون رد میشیم، باید ما هم همینطور مسیحی‌ها رنج و دردا رو با رنج و دردای این دنیا هم آشنا بشیم. منظور این نیست که بی خودیه رنجی که ما میکشیم، ما مسیحی‌ها بی خودیه. هر رنجی که ما در مسیحیت به دست میاریم یا تجربه میکنیم، همه چیز به یک هدفی ما را هدایت میکنه، چون خدای رنج دیده هست، چون این راه رو برای ما رفته. ما معمولا ما میگیم که موعظه هم شنیدیم، نسیم هم در این قسمت ها موعظه کرده که چطور برای در این رنج ها خدا میتونه ما رو تسلی بده. شاید هم تسلی نده، شاید داد میکشه، خدا تسلی نمیده. کجا نوشته که بلافاصله باید خدا یک کارهای انجام بده؟ چون ما یک فکرایی کردیم، وعده های خدا رو ما اعلام میکنیم که این هم همه چی درسته، وعده خدا رو اعلام کن، فقط فکر نکن، نقشه نکش چطور وعده انجام خواهد شد. وعده تو میتونه 10 سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه. خدا به ابراهیم گفت بعد از این 20-30 سال 40 سال طول کشید، بعد از اینم طول کشید، بعد از اینم بچه هم بهش هم داد، آخرش هم گفت برو بکش. این خدا چه خدایی هست؟ فقط آخر میبینیم، آخر همه چیز رو خداوند به اون هدفی میرسه، به برکت فراوان، به هدفی که خودش فکر خودش بود. خدا طبق نقشه خودش عمل میکنه در این دنیا. این دنیا پر از فساد، پر از دروغه، پر از ناعدالتیه. فقط این خدای قادر متعال، قادر مطلق همه چی رو کنترل میکنه. درد و رنج رو همه چی رو میدونه، کشیده، به تو نگاه میکنه، میگه که من میدونم تو کشید چه چیزی کشیدی، چون من 1000 بار بدتر رو من کشیدم. فقط منظوری نیست که تو رو تو پنبه میذارم و اتفاق نفته. من از این آتشا باید تو رو عبور کنم، بفهمی نفهمی به من چه، طبق نقشه خودم تو رو هدایت میکنم و بهترینشو برای ما آماده میکنه. چرا؟ چون خدای رنج دیده هست. زیباست. من میخوام درست متوجه بشیم خدای قادر متعال میتونه در همه قسمت ها ما رو میفهمه، بفهمه، چون تجربه کرد درد و رنج رو. فقط ما رو هدایت میکنه از این درد و رنج ها باید عبور کنیم، با او عبور کنیم. فقط دعا نکن که خدا تو رو از این آتش ها محافظت کنه. داستانهایی هست عزیزان، تو این چند مدت که مطالعه میکنم، واقعا بعضی وقت هست میگی که آیا واقعا همه چی درسته؟ خدا کنترل میکنه؟ خدای قادر متعاله؟ یک مبشر، یه زن مبشر، یعنی زن یک خانم مبشر دعا کرد، میخواست بره توی یک جنگلی بود، اونجا
کتاب مقدس رو چیز کنه، کتاب مقدس رو ترجمه کنه به اون زبان این قبیله که اونجا قرار گرفته بود. دعا کرد 2 سال 3 سال بعد از این پولا رو جمع کرد، همه کار رو کرد، گفته که الان بعد از 3 سال رفت تو این جنگل، بعد از این یک شخصی رو باید سی پیدا می کرد که بتونه 2 زبان رو بتونه اونجا ترجمه کنه. بعد از این پیدا کرد، خدا دعای من رو شنیده، خدا الان یک راههایی باز می کنه، الان من آمدم و خدا باید الان در به در باز کنه. بعد از این مرد پاش زخمی شد، حالش بد شد، خود این زنم همینطور قسمت های چیز بود، پرستار بود و یه پنسیلینی داشت، گفته که الان بیا اینجا کمکت کنم، رفته این پنسیلین رو زد، حالش بدتر شد، افتاد، شروع کرد به دعا کردن، خداوند خواهش میکنم تو این مرد رو به من دادی خداوند که بتونم این کار رو انجام بده، محافظت کن. همینطور خانوادهشم توی جنگل بودن. بعد از این چی شد؟ این مرد مرد. 3 سال دعا، همه کار. گفته خدا تو رو من از آمریکا فرستادی اینجا که این مرد رو بکشم؟ نمیفهمم. اینم عیساست. نفهمیده. تمام کار باطل شد. بی خودی؟ پس خدا صحبت کرد، گفته تو از من یه بوتی ساخته بودی، تو فکر میکردی که برای من خدمت میکنی و همه راه ها رو میری، من برای تو باز میکنم همه چیزی که به تو کمک کنم که کار منو انجام بدی. تو قلب خودت یک خدایی ساخته بودی که من نیستم، به وسیله کارهای خودت، و میخوایستی از من استفاده کنی که موفقیت رو به دست بیاری. نه فقط موفقیت، یعنی چیزم نبود که مثلا زن مغروری، فقط یه بوتی ساخته بود. چرا؟ چون خودش متوجه شد به این خدا سعی میکرد نشون بده چه کارهایی باید انجام بده که کارش موفق بشه، چون باور نمی کرد که خدای قادر متعال خودش هر چیزی دوست داره بتونه انجام بده، از برای خودش استفاده می کرد. الان چرا این مرد مرد؟ خدا پس یه کسی رو می کشه به دخترش یه چیزی نشون بده؟ نمی دونم. من خیلی چیزایی نمی دونم. کارهای خودش هم هست میگه نمیتونم، نمیبینم، یعنی نمیفهمم. خدا ما رو به یه جایی میخواد ببره که واقعا دیگه تسلیم بشی، دیگه فکر نکنی که چی میکنه، چطور میکنه، چه کارهایی انجام میده. تسلیم مطلق یعنی دیگه خودتو سپردی، هر اتفاقی میفته او کنترل میکنه، چون اون کنترل نمیکنه، چون خدای قادر متعاله فقط، بلکه اون خدای رنج کشیده هست کنترل میکنه. من میخوام این تصویر رو عزیزان یاد بگیریم، این تصویری که خدا از خودش میخواست به ما نشون بده. اگه تو دعا میکنی خداوند ناعدالتی به تو شده، بیا کمکم کن، شاید کمک کنه، شاید کمکم نکنه، شاید هم تو رو تو دردهای زیادی ببره. نمیدونم. خدا میخواد بارو به یه جایی ببره که واقعا خدا رو عنوان خدا و خدا و خدا بپذیریم و اعتماد کامل داشته باشیم که خودش کنترل میکنه، همه چیز زیر دست خودشه، نه این دنیا، نه این سیاستمدارای این دنیا، همه چیز، هر چیزی که در این دنیاست عیسی مسیح رو تخت نشسته و کنترل میکنه، درد رو میکشه، رنج رو کشیده و ما هم عنوان خانواده خودش، عنوان شاگردان خودش در این دردها عبور میکنیم.
و باید بپذیریم اینه که هست. این میشه تسلیم مطلق. من نمیدونم فردا چی میتونه اتفاق بیفته. فردا شاید منو بکشن. فردا میتونم یه تصادفی بکنم. فردا میتونه یه اتفاق بیفته. چیزی که من میدونم اینه که او در کنترله. او همه چی رو میدونه. قادر متعال، همه جا حاضر. دانای مطلق. چی فکر کنم؟ من کی هستم؟ تو کی هستی که شروع بکنیم به درس دادن خدا رو چطور باید الان بفهمیم؟ در رومیان باب 11 آیه 33 اینجا پولس در مورد یهودا صحبت میکنه که چطور خداوند قلب فرعون رو سخت دل کرد که جلال خودش رو نشون بده. گوش میکنین عزیزان؟ میگه که تو کی هستی که به خدا میگی که چی باید انجام بده؟ بخونین باب 9 10 11. ما کی هستیم که میگیم که چطور باید خدا انجام بده؟ الان این رومیان باب 11 آیه 33 نصف میتونه. وحی که چه ژرف است، دولت و حکمت و علم خدا، تقدیرهای او کاوش ناپذیر است و راه‌هایش درک نشدنی. زیرا کیست که از فکر خداوند آگاه بوده یا مشاور او بوده باشد؟ چه کسی تا کنون چیزی به خدا بخشیده که بخواهد از او عوض بگیرد؟ زیرا همه چیز از او، به واسطه او و برای اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین. آمین. اینجاست که پولس به اون نتیجه رسیده. آیا تو من مشورت کردی با عیسی؟ خدا آمده با تو مشورت کرده کارهای خودش رو؟ یادت هست با ایوب هم اینطوری صحبت کرد، گفته کجا بودی؟ من این کارا رو کردم، تو کجا بودی؟ به من بگو فقط، اینقدر پوز میدی که من کجا بودی تو؟ فقط با این حرف کجا بودی؟ دهن ایوب بسته شد که خدا رو عنوان خدا پذیرفت. گفته که دیگه دهنم میبندم، تو خدا هستی، همه چی رو میدونی، همه جا هم حضور داری، هیچ چیزی از چشمای تو قایم نیست، پس میتونم الان استراحت کنم در کار عظیمی که در زندگی من کردی. ما عنوان فرزندان خدا میتونیم مطمئن باشیم. هیچ کسی نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه. فقط هیچ کسی هم نمیتونه ما رو کمک کنه که از این رنج و درد این دنیا وارد بشیم جز از عیسی مسیح. و اوست که تو رو میندازه، اوست تو آتش هدایت میکنه و اوست که تو رو از آتش بیرون میاره. چیزی دیگه وجود نداره عزیزان. رومیان 8 آیه 17 میگه که و هرگاه فرزندانیم، شما فرزندان خدا هستین، وارثان هم هستین، یعنی وارث خدا و هم وارث با عیسی مسیح. هللویا، ما میتونیم ورج کنیم، میگیم خداوند شکرت میکنیم که ما وارثین تو هستیم. اگر بگین اگر شریک مصیبت های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. این اگر رو ما اونجا پونکت میذاریم. هم وارث با مسیح، پونکت. بعد اینجا میگه اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. زیرا یقین میدانیم. این دوباره تسلی میده. تسلی میده، یعنی منظور اینه که میگه که ببین، آتش منتظر توست، درد و رنج منتظر توست، فرار نکن، سعی نکن راهی برای تو پیدا کنی، سعی نکن کمک از یه جای دیگه بگیری، سعی نکن، سکوت باش، صبر کن، در درد و رنج منو احترام بذار، در درد و رنج منو احترام بذار و باور کن همه چی کنترل میکنم. دعا نکن از آتش بیرون بیارم، دعا کن در این آتش خدا تو رو تمام ویروس های کوچیکی که اینجا قایم شده بسوزونه. زیرا یقین می دانیم که
دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد چی هست؟ هیچ هست. با این آیه های زیادی هست، نمیخوام الان بریم تو آیه های کتاب مقدس رو بخونین، چقدر زیاد در مورد رنج صحبت میکنه، درد صحبت میکنه. پس این خدایی هست که ما میپرستیم عزیزان. امروز میخوایم بیایم عشا برداریم. عیسی مسیح میگه که در جایی هست در رومیان، در یوحنا میگه که جان من مضطرب هست. چی بگم؟ خدا پدر بیا کمکم کن، درد میکشید، فشار ها هستن، خداوند بیا کمک کن. گفته نه، خدا پدر نام تو رو جلال بده. تو این چند هفته عزیزان در مورد رنج صحبت خواهم کرد، درد و رنج صحبت خواهم کرد و خواهید دید رنج و درد چه چیزی مثبتی است که خداوند گذاشته. اگه دقت کن، دقت بخون، با دقت کتاب مقدس رو بخونین، همین قسمتی که الان خوندیم، هر جایی که رنج و درد نوشته اونجا کلام چی میاد؟ چی میاد؟ جلال. هر جایی که درد و رنج، جلال. مثل اینکه دو تا دوستایی با هم هستن، فرار نکن از جایی که خدا من تو رو گذاشته، غر نزن، خوشحال باش، خدا تو رو جدی گرفته. میسوزی از بین نخواهی رفت، خالص میشی. غر نزن، شکایت نکن، شک کن، چون خدا در کاره، چون ما همه بدن مسیح هستیم، عضو بدن مسیح هستیم. بدون رنج، نه رنج گناه، رنج هایی که خدا ما را هدایت میکنه، به این اتحاد، به این یک دلی، به این جلال نخواهیم رسید. آمین. چشمان رو ببندیم. من این احساس رو دارم که مثل اینکه خدا میخواد بگه از زمانی که خدا رو عنوان یک پدر شناختیم، عنوانه خدایی که خیلی به ما نزدیک شده است، احساس میکنم خدا میگه که از اون زمان خدا بودن منو کم کردن یا خدا بودن منو باور نمی کنن. و از من یک پدری ساختن که مثل پدرهای این دنیا چه کارهایی باید انجام بشه، چه چارهایی باید انجام بده. این عظمت شکو و جلال خدای واحد رو کم کردن. احساس می کنم خدا میگه که من این قسمت مهم رو میخوام دوباره برگردونم که باور کنی من پدر تو هستم، همزمان
خدای قادر متعال، خدای همه جا حاضر و خدای دانای مطلق. من میدونم از زندگی تو، از فکر تو، از زندگی، از گذشته تو، از آینده تو. چه خدایی میپرستی و چه خدایی هست که فقط انتظار از او داری؟ که دنبالش میای و حق خودتو میخوایی. شاید حق خودتو بده، شاید هم نده، شاید طول بکشه، شاید هم اصلا هم نده. رها کن، رها کن که این تصویری که از خدا داری، بگذار خودشو، صورت خودشو، ماهیت خودشو به تو آشکار کنه. امروز میخوایم بیاییم عشا برداریم. هر بوتی که از خدا ساختی در قلب تو بشکن. از هر مشکلی، فشاری، آتشی فرار میکنی، الان برگرد دوباره. راهی دیگه وجود نداره. شاید جایی قرار گرفتی که خدمتهایی میکنی، بار برای تو زیاد شده و میگی من نمیتونم خداوند. چرا این کار رو نمیکنی؟ چرا اون کار رو نمیکنی؟ چرا کمک نمیفرستی؟ من تنها هستم. شاید چیزهای فکرهای دیگه از خداوند میگه که هی، فکر نمیکنی من میدونم؟ من کلیسای خودم رو بنا میکنم. من میتونم با یک کلام بیداری بیارم در این کلیسا. فقط من الان چشمم روی توست، با تو کار دارم. میدونم و با تو هستم. شاید مشکل تو خانواده داری، عیسی به تو میگه که من میدونم، دعای تو رو شنیدم، فقط صبر کن. منو جلال بده با ایستادگی تو، منو احترام بذار با باور. باور کن و تو این درد و رنج منو ستایش کن. من خدایی که قادر متعال هستم پرستش کن. من خدایی که رنج کشیده و میفهمه تو رو. هللویا خدا. هر چیزی که الان هست تو فکرت، هر تصویری هست، الان احساس میکنم خودم میگه که الان تسلیم مطلق باش، بگذار، افسار زندگیت رو بگذار به دست من. با عقل خودت تکیه نکن. و فکرم نکن که چطور من تو را از این مشکل بیرون خواهم آورد.